سلام، خیلی خوش اومدین به این ویدیو. خیلی ممنون که مثل همیشه در کنارمون هستید و ویدیوها رو تا انتها تماشا میکنید. موضوع ویدیو امروز قراره بهتون یاد بدم چطوری در 3 دقیقه ضمیر ناخودآگاهتون رو تغییر بدید. حالا لازم نیست که تایمر بذارین روی گوشیتون یا 3 دقیقه رو حتما رکوردش بکنید، ولی میخوام بگم که یک تکنیک خیلی خوب، راحت و سریع براتون آوردم که در طولانی مدت عضله ذهنتون رو به قدری قوی میکنه که میتونید ضمیر ناخودآگاهتون، عادتها و رفتارهاتون رو تغییر بدید. ابتدای ویدیو میخوام بهتون یک عدد جدیدی بدم از تحقیق جدیدی که انجام دادم که وحشتناکه. جدیداً به این نتیجه رسیدن طبق تحقیقات که ذهن ما در حال پردازش 11 میلیون تکه اطلاعات، piece of information، بخش از اطلاعات، نه هر روز، نه هر ساعت، نه هر دقیقه، در هر ثانیه. فکرش رو اصلا بکنید، 11 میلیون در ثانیه. میگم، من بهش میگم وحشتناک، برای اینکه ما اصلا با این عدد خبر نداریم که چه اتفاقی داره توی محیط پیرامونمون میفته و چه ستمی داریم میکنیم به ذهنمون با افکارمون. یعنی ما اگر قبلا فکر میکردیم که نمیدونم کنترل 60% دست ضمیر ناخودآگاهه، کنترل 90% در دست ضمیر ناخودآگاهه، الان با این 11 میلیون من میگم کنترل 98%. حالا بیایم ببینیم چی کار باید بکنیم. توی ویدیوی قبلی بهتون گفتم که به این نتیجه رسیدن که 90% عادت‌های ما، رفتارمون، واکنش‌هامون توسط ضمیر ناخودآگاه داره کنترل میشه. همینجا از یک جمع‌بندی کوچیکی انجام بدیم از چیزایی که تا الان گفتم. فکر می‌کنید اشکال اکثر مردم کجاست؟ اشکال ما در کجاست؟ وقتی که می‌خوایم یک چیزی رو تغییر بدیم، می‌خوایم آگاهانه تغییرش بدیم. یعنی من میخوام اون بخشی از وجودم رو تغییر بدم که ازش باخبرم. منطقی هم هست. شما میخواید چیزی رو تغییر بدی که فکر میکنی بده. برای این باید آگاه باشی ازش. پس میری سراغ ذهن آگاهت. میری سراغ ذهن خودآگاهت. حالا میدونید یعنی چی؟ یعنی این که لقمه رو دور سرتون بچرخونید. به جای اینکه اینجوری وارد بکنید، برید یه دور بزنید، بعدن راه دهانتون رو پیدا بکنید. این دقیقاً به همون منظره. یه تحقیق دیگه انجام دادن روی همین افرادی که باهاشون به عدد 11 میلیون رسیدن. اینکه افرادی که تصمیم میگیرن یک کار جدیدی رو شروع بکنن، یک عادت جدیدی رو به وجود بیارن، وقتی میرن سراغ ضمیر خودآگاهشون، ذهن خودآگاهشون، عادتهای شناخته شدهشون، 80%شون شکست میخورن. و این زمانی هستش که شما میای میگی من همه این کارا رو انجام دادم ولی هیچ کدومش جواب نداده. 80% افرادی که شروع میکنن به وجود آوردن نمیدونم یک عادت جدید، یک کار جدید، یک حال جدید، کتاب میخونن، سعی میکنن که یک نمیدونم مطالعهشون رو بالا ببرن، یک مهارتی رو یاد بگیرن، شکست میخورن. 80%. چرا؟ شما الان میدونید چرا. چون میرن سراغ ذهن خودآگاهشون. حالا من قراره اینجا به شما یک تکنیکی رو یاد بدم که شما باهاش برین سراغ ذهن ناخودآگاهتون. یعنی به جای اینکه سعی بکنید اون 10% رو تغییر بدید، سعی بکنید 90% رو تغییر بدید. کفه ترازو کدوم بر سنگین تره؟ شما 90 رو بگیرید، توی این 90% به 20%ش دست پیدا بکنید، خیلی حالتون بهتره تا اینکه از 10% 5%ش رو به دست بیارید. پس همراه باشید با من. اولین مثالی که میخوام بزنم مثال پول هست. حالا نه بگید لطفا که چرا دائم مادیات. برای اینکه دغدغه مردم الان پول هست، به خاطر مشکلات اقتصادی تو کل دنیا میخوان یک رابطه عاطفی خوب داشته باشن، یک شریک زندگی خوب و ایدئال داشته باشن و سلامتی، مشکلات روحی، هر اون چیزی خیلی دیگه شخصی تر میشه. پس قراره با هم دیگه راجع به پول صحبت بکنیم. اگر لایو اینستاگرام من رو دیده باشید، اونجا براتون مثال زدم
که چه اتفاقی میفته. میخوام اینجا دوباره تکرارش بکنم برای اینکه مثالی هستش که هر دفعه میتونم ازش استفاده بکنم. شما زمان بچگی اکثرتون اینو شنیدید که باید خیلی کار بکنی تا پول به دست بیاری. پول علف خرس نیست. پول روی درخت سبز نمیشه. این رو دیدید حتی اگر نشنیدید که چقدر خانوادتون، پدر مادرتون دغدغه پول رو داشتن. وقتی که یک بچه دغدغه خانوادش رو میبینه، یک حالتی درش به وجود میاد که این یک چیز خوبی نیست، برای اینکه این افرادی که من دوست دارم رو داره تو درد سر میندازه. پس شما اون حس بد و زمان بچگیت گرفتی که چقدر پدرت سختی کشیده، چقدر مادرت سختی کشیده، چند تا شغل داشتن، چقدر باید یک مقدار پولی رو ذخیره میکردن تا بتونن شما رو به مسافرت ببرن، براتون خرید بکنن. این یک الگویی رو در ذهن شما شکل داده که شما نسبت به پول احساس منفی داری در ذهن ناخودآگاهت. پس الان اصلاً ربطی نداره به این که شما چی فکر میکنی، شما چقدر کار میکنی، شما چقدر احساس میکنی که فرد ثروتمندی هستی. این در وجود شما نهادینه شده. حالا شما میدونید که 0 تا 7 سالگی، امیدوارم بدونید و ویدیوهای قبلی من رو دیده باشید، زمانی هستش که کور بیلیف، باور یک بچه شکل میگیره. هر اون چیزی که این زمان بشنوه مثل یک اسفنجی در خودش ذخیره میکنه این آب رو و نگه میداره و نگه میداره و هی بزرگتر میشه. پس اگر تو زمان بچگیت همچین چیزی رو شنیدی، خانوادت با همچین مشکلی دست و پنجه نرم کردن و تو نتونستی تو زمان نوجوانیت، ببینی خیلی ها به این آگاهی میرسن و میتونن اون زمان جلوی ضرر رو بگیرن، ولی اگر هنوز نگرفتید تا امروز، پس شما از اون دوره‌ای که میتونستید مغزتون رو تعلیم بدید برای پاک کردن این بخش گذشتید. پس اصلا مهم نیست الان چقدر کار میکنی، چی کار میکنی، نظر نسبت به پول چی هست. ناخودآگاه در مغز شما این موضوع نهادینه شده. این مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که شما برید باشگاه و بخواید برای مثال نمیدونم بازواتون رو قوی بکنید و شروع بکنید دائم وزنه زدن، وزنه‌های سنگین بلند کردن که تمام تمرکزتون رو بذارید رو ماهیچه و اون ماهیچه رشد میکنه و بزرگتر میشه. دقیقاً مثل همین میمونه. شما وقتی اون زمان بهت خوراک منفی داده شده نسبت به یک باوری مثل پول، ماهیچه مغز شما همچین چیزی وجود نداره، ولی الان دارم میگم که خیلی بتونن راحتر درکش بکنن، بزرگتر و بزرگتر شده با این افکار منفی و احساسات منفی. دقیقاً این دوتا مثل هم دیگن و در باور شما این داستان شکل گرفته که بله همچین مشکلی تو خانواده من بوده. مثال بعدش رابطه عاطفیه. چند نفر شما خانوادتون، پدر مادرتون مشکلات عاطفی داشتن؟ با هم دیگه مشاجره میکردن، دائم تو خونتون دعوا بوده، بهشون خیانت شده، شما رو رها کردن. چند نفرتون؟ مطمئنم خیلیاتون با این مشکل دست و پنجه نرم کردی. در وجود شما یک باور منفی به وجود اومده نسبت به هر کسی که قرار وارد زندگیتون بشه یا قبلا شده. حالا باور مرکزی شما چیه؟ اینه که همه به من خیانت میکنن. الان شما که دارین این ویدیو رو میبینید، امیدوارم جزش نباشید، ولی خیلیاتون برای من دایرکت دادید که هر کسی وارد زندگی میشه به من خیانت میکنه. چون شما تو بچگی در معرض همچین چیزی قرار گرفتی. حالا ممکنه خیانت نبوده باشه، ممکنه این بوده باشه که پدر مادرتون به هم احترام نمیذاشتن، اینکه برای همدیگه ارزش قائل نبودن، اینکه برای همدیگه وقت صرف نمیکردن و این باور شما شده. برای همین هستش که هر کسی که وارد زندگی شما میشه همون شرایط رو داره، برای اینکه توی ذهن شما این نهادینه شده که یک رابطه عاطفی اینجوریه. شما هر چقدرم که الان بخوای به خودت به زور بقبولونی که زندگی خوبی داری، هر کسی که میبینی آدم خوبی هست، بهت خیانت نمی کنه، دوستت داره و و و، توی مغز شما این موضوع پررنگ شده که نه همچی چیزی نیست. پس مهم نیست چند تا
عبارت تأکیدی می‌نویسی، چقدر سابلمینال گوش میدی، چقدر مدیتیشن میکنی، مغز شما درش یک چیزی قرار گرفته که به این راحتی نمیتونی تغییرش بدی، برای اینکه شما اینجوری بزرگ شدی. اون اسفنجه که مغز شما باشه با این اطلاعات بد بزرگ و بزرگتر شده. حالا بیاین اینجا بهتون بگم که اصلا دلیل این چی هست، چه اتفاقی میفته. 90% این رو به جرئت میتونم بگم این اتفاقا براتون میفته برای وجود یک کلمه، و اون کلمه اسمش ترس هست. شما میترسید از مواجه شدن با اتفاقاتی که قراره در آینده براتون بیفته. شما میترسید توی رابطه عاطفی جدید برید برای اینکه آدمی که قراره واردش بشه تو وجودت اون بخش ضمیر ناخودآگاهت داره بهت میگه اینم مثل بقیه به من خیانت میکنه. شما میترسی از اینکه تو یک پروژه جدیدی قدم بذاری، میترسی از اینکه یک کار جدیدی انجام بدی، برای اینکه احساس میکنی که بذار همین مقدار کمی که پول دارم رو دستم نگه دارم تا اینکه اینم از دست بدم و بخوام با مشکلات دیگه دست و پنجه نرم بکنم. اینقدر به خودت اطمینان نداری که اگر یک در جدیدی برون باز شده بذار برم امتحانش بکنم. این با ریسک کردن و بی‌محابا بودن خیلی فرق داره ها. این به این معنی هستش که ترس های من به قدری پررنگ هستن که اصلا اجازه نمیدن که من یک قدم جدید تو زندگیم بردارم، برای اینکه من دائما نگران اینم که نکنه آدم جدیدی که میاد منو ول بکنه، نکنه اینم مثل قبلی باشه، نکنه دوباره تو فلان پروژه برم شرکت بکنم، فلان کار رو انجام بدم، فلان کار جدید رو شروع بکنم و به هیچ جا نرسم. پس واژه ترس خیلی واژه مهم، سنگین و قابل فکریه. بشینید بنویسید و ببینید که ترساتون چی هست. اینو من همیشه میگم، شما زمانی میتونی تغییرش بدی که اول پیدا بکنی ببین نقطه ضعفت چی هست، چه گذشته بر شما در زمان بچگی. حالا قراره چی کار بکنیم؟ میتونید کتاب بخونید، چیزای جدید یاد بگیرید، سابلمینال های مختلف گوش بدید، مدیتیشن بکنید، هر اون چیزی که میخواین. اگر با این کارها میتونید خودتون به ضمیر ناخودآگاهتون دسترسی پیدا بکنید، کلیدش رو پیدا بکنید و برید درش رو باز بکنید و شروع بکنید به تغییر باورها، آفرین بر شما و اصلا همین هست. ولی اگر نمیتونید یا تا الان نتونستید، من یک تمرین دارم براتون اینجا که خودم با انجام دادن این کار شغلی که میخواستم رو به دست آوردم. توی دوباره میگم لایو اینستاگرام، اونجا خیلی خودمونی ترم باهاتون، برای همین این رو توضیح دادم که من چطوری اون شغلی که میخواستم رو به دست آوردم، جایی که بودم اصلا جای خوبی نبود و بعد اون چیزی که خواستم رو به دست آوردم. تیترش هم هست لایو 2 اینستاگرام، توی همین یوتیوب هم براتون گذاشتم، اگر ندیدید حتما ببینیدش، چون که آخر ویدیو من راجع به همین توضیح دادم. حالا بیاین با من یک کاغذ خودکار بردارید و لطفاً این چیزایی که میگم روش بنویسید. این کاری هستش که باید انجام بدید. خب قرار هستش که یه جایی بشینید، یه جایی که احساس میکنید که آرامش دارید، حالتون خوب هست، شروع بکنید به، یا حتی میتونید دراز بکشید. خیلی ازم پرسیدن بله چرا که نه، دراز بکشید یه جایی، ولی جایی باشه که آرامش داشته باشید. شروع بکنید به کشیدن چند تا نفس عمیق و ذهنتون رو آروم بکنید، بدنتون رو آروم بکنید. حالا قرار اینجا به چند تا نکته توجه بکنید. اولین چیزی که میخوام توجه و تمرکزتون رو روش بذاریم، ما میخوایم ذهن ناخودآگاه رو با این چند تا مرحله قلقلکش بدیم، یعنی میخوایم فعالش بکنیم، چون شما قرار نیست ضمیر خودآگاه رو تغییر بدید، شما الان قرار توجهت رو بذارید رو 90%. اولین چیز چی هست؟ حس بویایی. حس بویایی یکی از بزرگترین و قدرتمندترین بخش‌های ضمیر ناخودآگاه شماست. برای چی؟ برای اینکه مثلا شما یک شیرینی، نمیدونم اسمشو، حالا هر چیزی رو تو زمان کودکیتون دوست داشتید، وقتی 20 سال 30 سال میگذره و میرید از جلوی یک شیرینی فروشی قدیمی رد میشید و بوی همون، برای مثال کلوچه‌ای که بچه بودید میخوردید، به مشامتون میرسه، اصلا احساس میکنید که شما الان همون بچه 5 6 ساله هستین و دارین با، برای مثال، مادرتون از جلوی شیرینی فروشی رد میشید. پس حس بویایی یکی از حس‌های خیلی خیلی قوی هست. کاری که میخوام انجام بدی، سعی بکنید وقتی که چشاتون رو میبندید بوهای آشنا رو دوباره توی ذهنتون زنده بکنید. هر اون چیزی که
دوست داشتید و براتون یادآور یک موضوع خوبی هست رو میخوام دوباره سعی بکنید به یاد بیارید. این یکی از بخش‌های خیلی خوب فعال کردن ضمیر ناخودآگاهتون هست. دومین کار میخوام که چیکار کنید؟ میخوام به خود ایدئالتون فکر بکنید. هر اون چیزی که میخواین براتون اتفاق بیفته. میخوام فکر بکنید شما الان اون فردید. فرد آینده‌اید، فرد ایدئالید و بیاین از منظر اون آدم فکر بکنید. بشینید ببینید شما اگه الان اون بودید نسبت به فلان موضوع چه واکنشی داشتید. و میخوام این کار رو قرار هر روز انجام بدید. وقتی هر روز شما به اون آدم تبدیل میشید و اون آدم فکر میکنه جای شما نه شما نسبت به یک سری از موضوعها، ببینید شما هر روز دارید باهاش یک جوری متحد میشید، یک جوری حسش میکنید و وقتی اون فکر میکنه کم کم ذهن شما یاد میگیره که شما رو در جایگاه اون فرد به صورت دائمی قرار بده. دارید یک سری سیگنال های جدیدی، یک سری دسته های نورونی جدیدی توی ذهنتون به وجود میارید و اونا رو دارید روشن میکنید با این کار. پس دومین چیز، از منظر کسی فکر کنید که میخواییم بهش تبدیل بشید. حالا سومین کاری که قرار انجام بدید، چهارمین مرحله ما این هستش که حس لمستون رو میخوام تقویت بکنید. برای چی وقتی مدیتیشن انجام میدید میگن که برای مثال دستات روی قلبت بذار؟ این کار یک سری الگوهای جدیدی توی ذهن شما به وجود میاره. یک تکنیکی بهتون یاد دادم، گفتم که یک سری کارها رو انجام بدید، تصویر سازی بکنید و بعد بیاین دستتون رو فشار بدید. این کاری که انجام میدید بهش میگن پترن اینتراپشن، یعنی شما یک سری الگوهایی که از قبل داشتین رو دارید میشکنید. پس هر زمانی که دستتون رو فشار دادید، ذهن شما بدون اینکه شما کاری انجام بدید شما رو میبره میندازه تو اون واقعه‌ای که داشتین بهش فکر میکردید. اینجا هم همین هست. بهترین کاری که این مثل یکی مدیتیشن میونه در واقع دیگه، ولی شما خودتون دارید خودتون رو گاید میکنید و راهنمایی میکنید که این کار رو انجام بدید. میخوام دوتا دستتون رو روی قلبتون بذارید، کف دست ها رو هم بذارید یا کف دست رو روی پشت دست بذارید یا اینجوری، هیچ فرقی نمیکنه، هر جوری که خودتون میخواید و روی قلبتون قرارش بدید. شما قراره با این کار یک الگوی جدید رفتاری ایجاد بکنید. بعدی یه چیزی که خیلی مهمه، همیشه گفتم راجع به چیزایی که میخواین به دست بیارید حرف بزنید. اگر آدم خوبی ندارید که بشینید باهاش از آیندهتون بگید، از شمایی که در فردا روزی قراره باشه صحبت بکنید، با خودتون صحبت بکنید. با خودتون زمانی که کسی خونه نیست، به خاطر اینکه خیلیتون الان میگید که میگن که دیوونه شدید، با خودتون بلند صحبت بکنید. تمام چیزهایی که میخواین، به تمام اهدافی که قرار برسید، اصلا حس بکنید که مثلا فلانجا هستید و دارین سخنرانی میکنید. چند نفر از کسایی که برنده جایزه اسکار شدن وقتی اومدن بالای سن چی گفتن؟ گفتن که من اینو هر روز جلوی آینه داشتم تمرین میکردم، من هر روز بیانیه سیمرغ گرفتنم رو تمرین میکردم، ویدیویی که براتون گذاشتم از نوید محمدزاده. این یعنی چی؟ این یعنی داره به شما میگه من هر روز داشتم تمرین میکردم که فردای روز من قرار اونجا وایسم و همچین سخنرانی رو برای افراد دیگه بخونم. و بعدی میخوام این ویدیو رو با یه جمله خوب تموم بکنم. هر وقت که تمام این کارا رو انجام دادید، بعد از این که این کارا تموم شد، میخوام چشمتون رو ببندید و به حالت مطمئنی بگید این حقیقت جدید زندگی من هست. این کار یک آرامش بی نهایتی به شما میده که شما میپذیرید تمام این تمریناتی که انجام دادین رو. چون مهم نیست که شما چندین هزار کار مختلف در طول روز انجام میدید، شما تا زمانی که ذهنتون آماده پذیرش اون تکنیک، اون کار، اون تصویرسازی نباشه به جای خوبی نمیرسید. پس چشماتون رو ببندید و این کار رو اینجوری تمومش بکنید که این حقیقت جدید زندگی من هست. حتما برام تو قسمت کامنت ها بنویسید اگر این ویدیو رو دوست داشتید یا نه، و اگر شما دوست دارین یک تکنیک و یک روش دیگر رو هم بهش اضافه بکنید که برای شما کار کرده، خوشحال میشم که بخونم. مرسی که ویدیو رو دیدین، دوستتون دارم و فعلا خداحافظ.